ریحان، اینجوری نمیشه. یعنی نمیشه هر روز با اسب بری سر کار. چه جوری میشه؟ مثل بچه مدرسه یا هر روز تو منو میرسونی آقا میرا؟ اگه اجازه بدی با کمال میل میرسونمت. میرا نمیشه که. پس باید رانندگی یاد بگیری. خودم بهت یاد میدم. ببینم من ماشین برونم؟ پس چی؟ نه نمیشه. چرا نشه؟ من اصلا نمیتونم ماشین برونم میرا. زن من هر کاریو میتونه بکنه. خیلی راحته. زود گواهی نامه میگیری. نمیشه میرا، نمیتونم. عقبو میبینی؟ آره الان میبینم. آره خب پس فشار میده. اون یکی هم پدال گازه. کلاجو فشار بدی میتونی دنده عوض کنی. دنده رو از خلاص میذاریم یک. خوبه. دستا رو فرمون. خب پس دیگه راه بیافتیم. چی کار کنم؟ کم کم پاتو از کلاج بردار. یهو میره. یهو نمیره، کم کم بردار. کم کم راه بیافتیم. باشه. ای وای میرو. داره میره. راه میره. خب ما میخواییم بره. دارم یاد میگیرم. نه تو الانم یاد گرفتی. فقط یکم آروم میریم. جلوتو ببین، جلوتو ببین. حالا یکم سریع تر بریم. من دارم سریع میرم دیگه. فکر نمی کنم این سریع باشه. نه با توجه به بچه ها سریع نیست. وای داره تراکتور میاد. باشه باشه باشه. وایستدم وایستدم وایستدم. حالا برو. خیلی خوب داری میری. برو یکم گاز بده. کنترل شده گاز بده. نه 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 سرعتمون زیاده. نه ترس نه ترس. برو فشار بده ببینم. فشار بده. بدو فشار بده. نمیتونم کنترلش کنم. باشه باشه خوب داری میری. برو خوب. من دیگه بل میکنم. باشه باشه دارم میرم. خوبه همینه. خوبه. درست میشه. درست میشه. خوبه. چرا وایسادیم؟ گفته وایسادی که. خب کی حرکت میکنیم؟ چه میدونه هم تو بگو. اینجوری که باشه تا ابد باید همینجا وایسیم که. چون اون عوض نمیشه. خنده داره که داریم از خرم میکنیم ایران. بهم نخندی که. خیلی خب. ببینه. راهو نگاه میکنی ببینی که وسیله ای هست که بهت چراغ بده یا نه. بعدشم با احتیاط راه میافتی. باشه. ولی الان جا عوض میکنیم چون وارد جاده شد. آی خدای شکرت. خدا را شکر. درس بعدی تو جاده است. من واسه درس بعدی نمیام. سعی داری چی کار کنی؟ چی میخوای؟ فقط ریحانو ازت میخواستم. حالا همه چیو میخوام. باشه قبول. بگیر برو. ببینم چرا اینقدر میخوای برم. چون خیلی زوده. میترسی انتقام تو تموم کنم. جز خودم هیچ کس نمیتونه انتقام منو تموم کنه. یه حرفه کلاسیک از عزیز اصلم. ببین عزیزم، من خیلی صبورم، مخصوصا جلوی نوه هام، ولی صبرم حدی داره. قطعا داره مامان بزرگ. صبر تو هم یه حدی داره. اما دیگه نمیتونی منو بدزدی و زندانیم کنی. چون میران میفته دنبالم. دیگه محتاج منی. دیگه حرف منه. تموم شد؟ داره تموم میشه. حالا که اینقدر بی صبری، بریم سراغ موضوع مهم امشب. قصه ای که دیشب جلوی همه تعریف کرده یادته؟ همونی که منو اما افسون دزدیده و قبل مرگش داده به تو. اون اما افسون
زنده است مامان بزرگ. من یه توصیه برات دارم. دیگه خواستی بخوابی یه چشم که هیچ، دو تا چشمت باز باشه، چون فقط با این سورپرایزت نمی کنم. من نیومدم اینجا که سر راه ریحان قرار بگیرم، ولی وقتی فهمیدم چه بلایی داره سر دخترم میاد نتونستم بیکار بشینم. اصلانو من پیدا کردم. عزیزه اونو دزدیده بود و به اسم اینکه مرده از خانوادش دورش کرده بود. اصلان وقتی این حقیقت رو فهمید، هم برای گرفتن انتقام خودش هم برای برقراری عدالت اومد اینجا. منم با اون اومدم. اصلان نمیدونه من واقعا کیم. خزر شد اخلو. اصلان از راهش منحرف شده، چون ریحانو که دید نسبت بهش نقطه ضعف پیدا کرده. الان خطرناکترم شده چون یه بیماری روانی داره. منم تازه فهمیدم، یه مدته که داروهاشو نمیخوره. برای اینکه بتونه تو امارت زندگی کنه نقشه کشیده. اون به یه طریقی اونجا میمونه. ریحان و میران تو خطرن. برو بچه همون از اونجا بیار بیرون. تا وقتی که میران نفهمه تو باباشی، این خطر تمومی نداره. خیر باشه اسما. چرا اینجا شام میخوریم؟ برای شام قراره مهمون بیاد. آقا میران اینجوری خواستن. مهمون کی هست؟ شب همگی بخیر. اصلان خوبی؟ خوبه. اومدن این شیرینه خریدم. خیر باشه عزیزم. کدوم با تو را آورده اینجا؟ انگار خبر نداری مامان بزرگ. برای شام دعوت شدم خونه ی خانواده، به عنوان مهمون. اشتباه من بود که کسی نمیدونست. واسه هممون وضعیت جدیدیه، ولی عادت میکنی. بفرما بشین. بیا پسرم. مامان بزرگ، یه چیزی بگو. پس خوش اومدی عزیزم. نوش جونتون. قبل شروع کردنتون میخوام یه چیزی بهتون بگم. بعد از اینکه فهمیدم کی هستم، همیشه آرزو داشتم تو این عمارت همراه خانوادم زندگی کنم. یکم دیر شده، ولی الان تو یکی از رویاهام. به خاطر دعوتت ممنونم میران. میگن اتفاقی که دیروز افتاده امروز جبران نمیشه. من نمیخوام امیدمو از دست بدم،
چون تو اون تنهایی که بهش محکوم بودم امید سر پا نگهم داشت. از تو هم ممنونم مامان بزرگ. اینم برای توه. عزیز خانم، بازش نمی کنی؟ وسط قضا خوب نیست، بعدن می بینمش. لطفاً بازش کن، می خوام ببینم خوشت میاد یا نه. بالاخره می دونید که شما رو خوب نمی شناسم. آینه خریدی اصلا؟ فکر خوبی کردی، میگن شانس میاره. یعنی نمیتونم چیزی با ارزشتر از تو بهت بدم، مگه نه؟ آینه تنها چیزیه که ماسک رو صورت آدم رو برمیداره. نگاه کردن به اون جرأت میخواد. با دقت که نگاش کنی خودتو میبینی، اما اگه با صداقت نگاه کنی صورتتو بدون نقاب میبینی. مطمئن باش به اون با صداقت نگاه میکنم اصلا. نوشی جون همه. نوشه جان. حالت خوبه پسرم؟ براتون از کدوم بریزم؟ خب دقیقا نمیدونم چی دوست داری و چی میخوری. گفتم چیزی که دوست داری و برات بریزم. معلومه که نمیدونی اسما خانم. از کجا باید بدونی؟ مگه من تو این امارت زندگی کردم؟ مگه من با میران و فرهاد و خواهرم اینجا بزرگ شدم؟ تو از کجا باید بدونی من چی دوست دارم؟ اصلاً انگار حالت خوب نیسته. برو صورتتو بشور، خوب میشی. آسیه، به آقا راه نشون بده. خوب به نظر نمیرسه. میخوای دنبالش بری؟ تو الان همه چی خوب بوده، اما دیگه هیچ چی مثل قبل نمیشه. یه چیزی هست که من باید بهت بگم. اگه چیزی لازم داری بگو بدونم. اینجوری نیست خزر. میران دلشان. میران پسر توه خزر. دیگه میدونم دلشان، میدونم اون شب چی رو نتونستی بگی.
کاش قبلا میتونستم. کاش میتونستی بگی. آخه دلشا میترسم آیلا. تازه بگو دلشا چی شده؟ من رفتم دیدن عزیز خانمو، همه چی براش تعریف کردم. عزیزم میدونسته. زود بیا روستای قنات. یه چیزی هست که باید بهت بگم، یه چیزی که زندگی تو زیر و رو میکنه. میدونسته، میدونسته، واسه همین گفت برم سر چاه. میخواست جسد میرانو، جنازه پسرمو به هم بده. میخواسته اینجوری مجازاتم کنه. آهای خدا، تو چجور آدمی هستی؟ چجور آدمی هستی؟ تو جهنم من واسه جا نیست. تو جهنم من واسه جا نیست. اصلا خوبه، مشکلی نیست، اونم معذبه، واسه اونم وضعیت جدیدیه. چقدر خوبه با پسرمون کنار میای میران. انگار نه انگار که تازه آشنا شدین، انگار خیلی وقت هم دیگر رو میشناسین، با هم کنار اومدین. تا امروز زیاد فرصت نداشتیم مامان بزرگ. انشالله بعد این فرصتمون زیاد میشه. مشخصه زمان زیادی رو از دست دادیم. کاش تنها چیزی که از دست دادیم زمان باشه میران. مگر نه مامان بزرگ؟ اگه حس میکنی بهتری بیا که غذامونو با هم تموم کنیم. میران بایستا تو رو خدا میران. با خانوادمون غذا بخوریم. گفتنش چقدر راحته. اما تجربه کردنش چقدر سخت. اصلا تو خوبی؟ پسرم چی کار داری میکنی؟ یهو چت شده؟ خوبم مامان، خیلی خوبم. هزار جور دروغ تو زندگیمونه اما خوبم، نگران نباش. مامان بزرگ، میدونی چرا میخواستم باهاتون غذا بخورم؟ میخواستم ببینم، میخواستم بفهمم که بعد از این ما میتونیم خونواده بشیم یا نمیشه. خودم رو به زور به سفره خودم دعوت کردم. مامان بزرگ، بالاخره نشستم سر سفره. اما آخرین امیدمم از دست دادم. فهمیدم ما به هیچ وجه نمیتونیم خونواده بشیم. من واسه شما همیشه یه غریبم. اصلا تو یهویی چت شده ها؟ یهویی؟ 30 ساله که اینجوریه، هیچی عوض نشده، عوض هم نمیشه. عوض میشه پسرم، اگه بخوایم همه چی عوض میشه، همینجوری که همه دارن. فقط منم که تلاش میکنم مامان بزرگ، دارم تلاش میکنم جایی باشم که بهش تعلق ندارم. میدونی این چه معنی میده؟ اصلا اگه میخوای بشین غذامونو بخوریم. نمیشه، به زور خونواده درست نمیشه. بعد چند سال خونواده درست نمیشه. بعد یه چیز ازت میپرسم مامان بزرگ، چرا منو دوست نداشتی؟ میرانو، خواهرمو، حتی فرهادو تو این خونه جا دادی، فقط من اضافه بودم؟
فقط من برات بار سنگین بودم؟ میدونی از وقتی سر این سفره نشستم به چیا فکر کردم؟ اگه منم مثل میران اینجا بودم چجور خونواده ای میشدیم؟ مامانم چقدر دوستم داشت. خواهرم بهم حسودی میکرد، با میران کنار میومدم. اگه بلایی سر من می اومد مامان بزرگم ناراحت می شد. نکن بسرم، دیوونگی نکن، تو رو خدا نکن. اصلان اسلحه رو بذار کنار، بیا حرف بزن، اینجوری نکن. حرفی نمونده. چرا کلی حرف داریم بزنیم؟ تو همچین آدمی نیستی، نکن. چون فهمیدی اصلان به یه هم فکر می کنی منو می شناسی؟ میرو تو از کجا میدونی من کیم؟ اصلان ما پسرموییم. من میدونم تو چی کشیدی، درکت میکنم. نمیدونی چی کشیدم؟ میدونی چه بلاهایی سرم آوردن؟ بلاهایی که مامان بزرگ سرم آورده رو میدونی؟ من بهتر از همه میفهمم چه حسی داره که ندونی کی هستی و کی زندگی تو ازت گرفته. ولی آروم باش، اون اسلحه رو بیار پایین. تو به این روزام انداختی مامان بزرگ، تو انداختی. درسته، ولی تو به ما آسیب نزدی، تو آدم بدی نیستی اصلا، برعکس تو به ما کمک کردی. من به لطف تو مادر جونم رو پیدا کردم. ما یه خونواده ایم. من خونواده ندارم، من فقط یه مادر دارم. چرا منو نخواستی مامان بزرگ؟ چرا به جز من همه رو؟ اصلا میخواستم ازت محافظت کنم، چون دلم نمی اومد بلای سرت بیاد، نمی خواستم چیزیت بشه. دروغه. نه راست میگم، من فقط می خواستم ازت مراقبت کنم. تو می خواستی مادرم رو دیوونه کنی و بفرستی تیمارستان؟ تو خونواده من رو ازم گرفتی. اصلا ببین، منم پدر تنیم رو نشناختم، اونم سالها. من میدونم که چقدر سخته به آدم راجع به گذشتش همه چی یا دروغ بگم. من خوب درکت میکنم، ولی تو رو خدا نکن. به من دروغ گفتن ریحان عزیزه. اصلا بی با یه دروغ زندگی منو نابود کرده. من میخواستم وقتی که همه چی تموم شد بیام دنبالت، میخواستم تو رو درگیر انتقام نکنم. خواهش میکنم اون درد رو دوباره به من نده پسرم، اون اسلحه رو بیار پایی. دلشان خزر رو کشتم ماما. این اشتباه تو نبود، اونا به تو خیانت کرده بودن، ولی من تو رو فراری بیدم. نگران نباش، زود باش بیا بری، الان میرسن. بیا. اونا به من خیانت نکرده بود، اونا رو من کشتم. اصلا بهت قول میدم اگه بخوای میتونی اینجا بمونی. باشه؟ ببین، ما برادریم. ما برادر نیستیم میران، در اصل ما هیچی هم نیستیم. اصلا چی شد؟ از چیزی که میخوام بگم ترسیدی؟ یا این که اینجوری مردن برات آشنا؟ اصلا نه وای نه.
نکن. میران اونا خیلی قبل‌تر از من هم دیگر را دوست داشتن. مامان محمد، محمد اونا را باید کشتن. نه یادم اومد. یادمه. مامان اسما، اتاق گونولو آماده کن. از این به بعد اصلان یه مدت با ما میمونه. میرو اصلا اعتراض نکن، اصلان اینجا میمونه. از این به بعد پسرم همش جلوی چشمم میمونه. بیا کجایی آقا خزر؟ تو که میدونی من نگرانت میشم، چرا جواب نمیدی؟ جهان توی؟ زنده داداشه. با داداش تماس گرفتی؟ نه، من که به اون زنگ نزدم. زنده داداش، قربونت برم یه چیزی ازمون پنهون نکنی. داداشم غیبش زده نه؟ آره دیگه، باز دارن بدون من یه کارایی میکنن. جهان چی داری میگی؟ بابا و خزر که با هم نیستن. بابا رفته باغ زیتون. نه زنده داشت، بابا اونجا نیست. من دارم از اونجا میام، اونجا نیست. شایدم عزیز حقیقت رو فهمیده. بابا من داداشم رو فراری داره. چه حقیقتیو؟ محمد استان به یاد بابام کشته زنده داشت. نه دروغه. چرا راسته؟ بابام خودش گفت که برای محافظت از خزر کشتتش. نه اینجوری نیست، بابا به من گفت که زنده داشت. تو رو خدا هرچی میدونی به هم بگو که تا دیر نشده بتونم لااقل یه کاری بکنم. بابا گفت کسی که محمد اسلام به یه کشته آقا خزره. داداشم یادم اومد من بودم. اون من بودم که رو زمین افتاده بود. یا بریم الان میرسن. دلچه و خزر من گشنم ها. محمد اونا به من خیانت نکرده بودن. گلشا به من خیانت نکرده. اونا خیلی قبل‌تر از من همدیگر رو دوست داشتن. ماما عزیزه هم بود، تو اونجا بودی. محمد اونا رو من کشتم. نه محمد.
پسرم محمد جدن و بازدار چرا؟ چرا؟ پسرم رو ازم دستیدی؟ تو این همه سال تاوان چی رو از من پس گرفتی؟ آخه تاوان چی رو ازم پس گرفتی؟ چرا؟ چرا پسرم رو ازم دستیدی؟ آخه چرا؟ چرا؟ چرا؟